بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وخير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران عزیز، ما و شما به این باور داریم و یقین کامل که اسلام دین کامل، شامل، ابدی و الهی است که رابطه ما را با خالق ما، رابطه ما را با خود ما و رابطه ما را با جامعه ما تنظیم می کند. باور و عقیده داریم که دین مقدس اسلام برنامه زندگی و منهج و قانون حیات ما شماست. از طرف دیگر، ما شما باور و یقین داریم که انسان‌ها در عموماً و مسلمان‌ها در خصوصاً خلیفه‌های خدا هستند. و پروردگار تصریح می کند: و اذ قال ربک للملائکت اینی جاعل فی الارض خلیفه. این خلافت در حقیقت اجرای احکام خداوند متعال در روی زمین و مطابق با حکم خداوند متعال زندگی کردن است. مسلمان ها مردم هایی هستند که از نظر ظرفیت های اخلاقی و ظرفیت های اجتماعی و صفات نیکویی که دارند تانستند که بر بیش از نیم کره زمین این دعوت خود را برسانند و دو قدرت بزرگ را به اساس ارزش های اخلاقیشان وادارشان بکند که ایمان بیارند. ما یک نمونه را برای شما میخواهم ذکر بکنم. آذربایجان امروز هنگامی که قوتهای عسکری مجاهدین داخل شد و این منطقه را فتح کردن، یک شش ماه گذشته بود که مردم اسلام را شناختند که چیست و چی برنامه زیبای حیات است. بعد یک شکایت خود را به حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه نوشت و در اوجا تذکر داده بودند که در ارزش‌های دین مقدس اسلام
در حقیقت جنگ برای آزادی انسان از ظلم و استبداد و از شرک و از بدبختی هاست و این داعیه باید اول بر مردم گفته شود و تعلیم داده شود، بعد به مردم گفته شود که اگر بپذیرین ما شما یکسان هستیم و هیچ فرقی بر بالای یک دیگر نداریم و آنچه که فضیلت است تقواست. و اگر کسی از این ابا می کند بعد برش گفته می شود که تو باید جزیه بپردازی و عمو مصارفات امنی است که حکومت اسلامی او را ذمه‌وارش است. و اگر او را کسی نپذیرفت بعد 30 روز برش وقت داده می شود که با شمشیر مجاهد روبرو می شود. ولی شما یکی از این کارا را نکردین و بر آذربایجان حمله آوردین و منطقه و مملکت ما را گرفتین. حضرت عمر رضی الله عنه 6 نفر قضات برای تفحص از این قضیه مفرستند. بعد از بررسی ثابت می شود که عمد شده. این قاضی ها فیصله می کند که هر قدر تاوان مادی که برای مردم آذربایجان رسیدن حکومت اسلامی او را بپردازد. هر قدر کسی که در این جنگ کشته شده دیتی از او را حکومت اسلامی بپردازد و از مردمش معذرت بخواهد و قطاعت عسکری را بیرون بکند و دیگه در آذربایجان داخل نشود. انگامی که این فیصله قاضی‌ها اعلان شد و قوت‌های عسکری مجاهدین از آذربایجان به بار آمدن شروع کرد، مردم گریان می‌شدند. گریان میکردن و عشق میریختاندن و میگفتن که ما ایمان آوردیم و مسلمان شدیم و کلشان میگفتن لا اله الا الله محمد رسول الله. اینا چرا تانستن چنین کاری بکنن؟ به خاطری که کسی که در این دین داخل میشود بزرگترین عطیه‌ای که الله برش میدهد معرفت است و کسی که شناخت پیدا کرد و معرفت پیدا کرد و هیچگاه قدم غلط را نمی گیرد. مسلمان الله را مشناسد، وقتی که الله را شناخت در مقابل الله بی‌ادبی نمی کند و وقتی که انسان را شناخت در مقابل انسان بی‌ادبی نمی کند و وقتی که خود را شناخت در مقابل خودش بی‌ادبی نمی کند. پس مسلمان انسانی با ظرفیتی، هدفمندی، عاقلی، توانایی است که توانمندی از ایرا و اساس اخلاق نیکویش پیدا می کند تا دنیا را تسخیر بکند و نعمتهای مادی و معنوی را به شکلی که لازم است استفاده بکند. از این خاطر است که رسول گرامی اسلام علیه السلام ارشاد می‌دارد که ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه و حاسنکم اخلاقا. یقینا از میان شما محبوبترینتان نزد من و نزدیکترینتان در روز قیامت برای من از نظر مجلس و جایگاه آنانی هستند که دارای اخلاق خوب باشند. و رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری تعبیر میکند انما بعثت معلما، جز نیست که من مبعوث شدم به حیث معلم. و معلم شخص هدفمندی است، شخص هدفمندی است، آگاهی است که برای تغییر مثبتی شاگردش تلاش میکند. یعنی برای شاگرد انگامی که حروف را نشان میدهد الف ب ت س الی آخره
بعد برشمه که از این جملاتی را بساز که سبب رشد شخصیتت شود، از این جملاتی بساز که مردم بر احترام بکنن، این جملات را غلط به کار نبری و این دشنام به مردم ندی، به قلمت مردم را توهین نکن. این را برش نشان میده، توجیه مثبت میکن. پیغمبر علیه السلام میفرماید انما بعثت معلما، بعد تشریح میکنه و انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جز این نیست که ما مبعوث شدیم تا ارزش های اخلاقی را در جامعه نافذ بکنم و به مردم بفهمانم. پس عزیزان، دین ما دین اخلاق است. پیغمبر به خاطر امی آمده و هنگامی که در یک مسلمان اخلاق نبود، در حقیقت خود را بداند که در دوزخ می رود، از علائمش است. من می خواهم امروز سرزی بحث بکنم که آنچه که زمینه را مساعد می کند برای متخلق شدن به اخلاق نیکو، او چی است؟ یا به تعبیر دیگر، کدام صفت است که زمینه را برای ما شما مساعد میکنه تا انسانان با اخلاق شود؟ او صفت در تعبیرات قرآن و حدیث به عنوان حیا تعبیر شده است. انسانانی که حیا دارند قدم میگذارند به رشد ظرفیت های اخلاقی، و حیا است که تو را دارای شخصیت می کند، و انگامی که انسان دارای شخصیت شد، بعد قدم های خود را استوار می گذارند، هدف من می گذارند، با مفهوم می گذارند. پس مسلمان ها انسان های هدف مند هستند. چرا؟ به خاطر که با حیا هستند. حیا همان صفتی است که هرگاه یک کاری که ناپسند بوده باشد، یک عمل و قولی که به مقام تو نمیزیبد از تو صادر شود، نوع اولشستگی، نوع از به اصطلاح بگم تقریبا خجالت رقم انسان می شود که ما و اتو کار بنان ورشکستگی و فروتنی و عاجزی که در وجودت به اساس یک کار نامعقول با شخصیتت نمی زیبد ایجاد شد، در حقیقت از او تعبیر به حیا می کنی. عزیزایم، آنچه که امروز مسلمان ها غالبا از دست دادن مسئله حیا است. پس وقتی که حیا گم شد، این موضوع با سوال واقع نمی شد که مسلمان چرا دروغ می گوید، زیرا او مسلمانی که دروغ می گه حیا ندارد. بعد این موضوع سوال واقع نمی شد که مسلمان چرا وفا به عهد خود نمی کند، بخاطر که او مسلمان حیا ندارد. پس هر کار نابکاری که از انسان صادر می شود، بخاطر عزیز که زیربنایش حیایش هست. انگامی که حیا را از دست داد، فسنع ما شئت، هر کاری که بخوای او را انجام داده میتونی. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه عالم بزرگواری است، کتاب های بسیار زیبایی دارد. او مبارک میفرماید شخص حیاناک فاسق شده نمیتونه، شخص حیاناک فاسق شده نمیتونه. یعنی صبح چه حیا لری آقا فاسق کیگی نه، ولی حیا در سره ساتی، حیا در سره تا شخصیت تو ارکی، از صبح چه شخصیت تو لری آقا غلط کار نکی. غلط کارها آقا کسان که چه آقوی خپل زان نپیجه، غلط کارها کسان که چلاغوی در خپل مقامی ایر کرده،
دخبل زای ایر کرده زیرا حیا نفس را باز می دارد از قبائح و از لگام گستختگی انسان را مهار می کند. حیا جزی از ایمان است. رسول ما صلی الله علیه و سلم روز تیر می شد، یک برادر دیگه سرزنش می کند، درش می کند که این چی حال است، شرم حیا او سوپر تو، بسیار حیا به تو ضرر می رساند، ضرر کردی در خرید فروشت، ضرر کردی دیگه، ضرر این توبیخش کرد. پیغمبر علیه الصلاه و السلام بر فرمود که دعه فان الحیا من الایمان. پیغمبر برای برادرش چی گفت؟ میگه دعه، او را بگذار، چی سرزنشش کرده رئیسی، فان الحیا من الایمان، زیرا حیا از ایمان است، حیا نشانه ای ایمان است. هرگاه که ما بگویم که حیا از ایمان است، ابن قتیبه رحمت الله علیه او می فرماید که یعنی حیا صاحبش را از قبائح منع می کند، حیا صاحبش را از اعمال و صفتی که به انسان نمی زیبد از او منعش می کند، مثل که ایمان مؤمن را از گناه منع می کند. جنید بغدادی رحمت الله علیه او می فرماید الحیاء رؤیت الآلاء و رؤیت التقصیر. حیا چی است؟ حیا میگه ایست که تو نعمتهای خدا را چی بکنی؟ ببینی و بعد در مقابل نعمتهای خدا و تقصیرت اعتراف بکنی. این حیا است. پس معنا چی شد؟ هرچی که ما داریم از طرف خدا هست و ما بکن من نعمه فمن الله و ما بکن من نعمه فمن الله. طول نعمتون الله من قطع استرا کرد، هر نعمت چی مادی و معنوی و در الله در نعمتون پر مقابل که چه ترس ناسفاسی که در پر حقیقت که بحیلی در الله در نعمتون پر مقابل که چه تو شکر نکه در پر حقیقت که بحیلی در در الله نعمتون چه غلط استعماله حالا چه الله تا اینی در به حقیقی بی حیایی ده. حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید که کسی که حیایش کم باشد تقوایش کم است و کسی که تقوایش کم باشد دل او مرده است. کسی که حیایش کم باشد تقوایش کم است و کسی که تقویش کم است دلش مرده است. وقتی که دل بمیرد دیگه تعبیر وجود پیدا نمی کند، بعد دست و پا و چشم قیادت خود را گم می کند. وقتی که قیادت را گم کرد چشم مرجا می خواهد می بیند، دست هرچی که بخواهد می گیرد و پا هرجا که بخواهد می رود. از این خاطر باز اساسی شد ارکادر کسی که حیا نبود در حقیقت تقوا ندارد و کسی که تقوا ندارد دلش مرده است. و وقتی که دل بمیرد لذت از عبادت نیست، لذت از نماز نیست، لذت از تسبیح نیست، لذت از تلاوت قرآن نیست، لذت از اعمال نیکو نیست، همیش میرود. یکی از اسلاف ما شما میفرماید که از الله بترسید و مراد از ترس از الله از قدرتش بترسید، از عدلش بترسید و از حیا از الله حیا بکنید به اساس قربی که به شما دارد، به اساس قربی که به شما دارد. رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث زیبایی که امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند ان حضرت می فرماید ان مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولى
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یکی از سخنانی که از نبوات گذشته، یعنی از پیغمبران گذشته، نسلا به نسلا به ما شما رسیده است و یک پیغمبر به پیغمبر دیگر او انتقال داده است تا ای که ما از زبان رسول ما صلی الله علیه و سلم گرفتیم، چی است؟ میگه اذا لم تستح، وقتی که حیا نکردی فاصنع ما شئت، هر چی که بخوایی انجام بده. پس حیا چی شد؟ وسیله بند بودن ما شما از قبایح. حیا چی شد؟ وسیله ای که ما زشتی ها را انجام ندیم. پس هرگاه حیا نداشت کسی، هر آنچه که بخواهد انجام داده میتواند. امام نووی رحمت الله علیه میفرماید که حیا از الله متعال مانی اعمال زشتش میشود. یعنی اذا لم تستح فاصنع ما شئت، ترجمه چی است؟ یعنی اگر حیا نکنی حتما قبایح میکنی، اگر حیا داشتی حتما رذایل را ترک میکنی. پس معنا حدیث میشود، یعنی اگر حیا داشتی قبایح نمیشود، حیا نداشتی قبایح میشود. معنیش نیست. امام نووی رحمت الله علیه تعبیر دیگی داره، جالبتر است، و او میفرماید که هرگاه عملی که مانی حیا از الله متعال و شرم از مردم نشد، مباح است انجامش بده. هر کاری که تو میکنی از الله حیا نشد، یعنی و از مردم حیا نکردی، دیجان شرم پیشت نیامد، میگه او حلال است، او انجام بده. هر کاری که تو انجام دادی وقتی که از الله حیا کردی و از مردم شرم کردی، بندش تو که ناروا هست. پس معنای حدیث میگه ایره میده که لازم تستحف از نعما شئت، اصل در اشیا اباحت است مادامی که تو حیا نبیاد. با مجرده که حیا آمد بندش تو. بسیار قیده زیبا میده، دقیق شد این به قیده؟ یعنی هرگاه شما یک انجا عملی را انجام دادیم یا شرم از مردم در اوجا پیدا می شد یا شرم از خدا، شما چی کنید؟ معنش کنید، این کارا نکن. هر عمل چه کسی کوایی که دو خدای جل جلاله نتاسی حیا و کلا او در خلق و نو شرم دلی ندا کار میکن. او که چه تاسی دستی او کار و که چه با که در الله ندیم حیا نرات للا، او در خلق و ندیم شرم نکن، نپدی با نپویش چقر اوا اگه مشکل میشته. ولی فطرت انسانی و بشری هم دست جور شویده چه په غلط کار بانی تا دقه درگی، به بیمعنا کار بانی تا سرزنش درگی. مگه سرزنش تا وقع که دقه تصحت که کن. بعد از این ببینیم که وقتی که چنین است که حیا از ایمان است و چنان مهم است که پیغمبرا نقلن به نقلن به ما شما داده است و حیا وسیله خوبی هاست و حیا نبود حیا وسیله بدبختی هاست، علما میگه که حیا دو قسم است، یکی حیای فطری است و یکی هم حیای اکتسابی. حیای فطری در تعبیر است که رسول ما صلی الله علیه و سلم به حدیثی که به انصاری عرض میکند و او برادرش را توبیخ کرد، تهدیدش کرد، بعد در یک جمله میفرمه که دعه فإن الحیا من الایمان، الحیا لا یأتی الا بخیر. بگذارش که حیا از ایمان است، نشانی ایمان است، و بفهم که حیا جز خیر بدی را نمیارد، حیا جز خیر بدی را نمیارد. پس اینو میگیم حیای فطری که در وجود انسان است،
دوم حیای اکتسابی است، انسان او را کسب باید بکند. چه رقم کسبش میکند؟ در اصلش بسیار توانمند است، جرأت دارد، ولی جرأت های خود را چی میکند؟ خاموش میکند. به طور مثال حضرت عمر رضی الله عنه و ارضاه در مجلس از انصار پرسان کرد که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. میگه مفهوم از این چی است؟ این سوره چی پیام برای شما میدهد؟ وقتی که نصرت خدا بیاید و مردم گروه گروه داخل دین شود، پس تو تسبیح پروردگارت را بگو و استغفار گناهات را بخوای. معنا چی؟ این صحابه ایران ماندن که چی مفهوم خود داد؟ بعد حضرت عبدالله ابن عباس اوجا بود، او را گفت که تو چی میگی؟ بعد از اینکه مورد سوال قرارش داد گفت که ای به ما رحلت رسول علیه السلام را تعلیم میدهد. دین پوره شد، مردم مسلمان شدن، پس ای پیغمبر دنیا را ترک میکنی. وقتی که را گفت باز برش میگه که چرا خیلی نگفتی؟ گفتی بزرگایی که در اینجا نشسته بودن حیایم آمد که من گستاخی بکنم، اپک شده اینجا بزرگای صحابه بودن، شخصیت های از اینها مرا وادار کرد که چوب باید باشم. این را میگوید حیا. در مجلس بزرگا که ششتی کوشش بکن بشنوی، کوشش نکن که تعرض بکنی، کوشش نده که خود را در سخن پرتی و تو شروع بکنی بگوی این بسیار با جرأت است. نه، بسیار جرأت دلیل بر بی‌حیایی انسان است. عبدالله ابن عباس چه میگه؟ وجود از این بزرگا مانی از این شد که من تفسیر از این آیت را بکنم، ورنه یادش داشت. پس این را چه میگم؟ حیای اکتسابی. می فهمیم ولی مجالس را نادیده هم باید بگیره. عین شکلش ما می بینیم که از حیایی که باید او را به کسب بیاره، یک نفر است تعبیر غلط را کرد، ولی او تعبیر غلط ضرر برای جامعه ما نداشت، ضرر برای دین ما نداشت. اگر تو در مقابل استاد میشه غلط کردی و اشتباه کردی، اتور است، این بی‌حیایی است. و اگر حوصله کردی بعد از او باز گذشت کردی، خودت بر خودت کلان معلوم شدی، گفتی که این هیچ نمیدانی، این حیا است. هیچ آواز را بلند نکردی، خود خود هضمش کردی و به شکلی و به شکلی تو ایره به جانب مقابل تقدیم بکنی که پس او برای تو بگوید که انتر است. ای از دلائل ایمان است، وسیله خیر است. ببینید عزیزا، اموری که مسلمان ها باید به عنوان حیا او را ترک نکند، یکی هم امر بالمعروف است و نهی از منکر است. در جایی که منکر را دیدی که بر دین مردم